برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دبیر کل سازمان ملل از وضعیت در قره‌باغ ابراز نگرانی کرده و از آذربایجان و ارمنستان خواسته آتش بس را حفظ کنند. آنتونیو گوترش در حاشیه 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان به طور جداگانه دیدار کرده است. آذربایجان روز سه‌شنبه 28 شهریور با اطلاع روسیه و ترکیه عملیات نظامی خود را در منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز کرد. با گذشت 24 ساعت از عملیات آذربایجان، ارمنی‌های منطقه قره‌باغ کوهستانی با میانجیگری روسیه برای آتش بس و قبول شرط آذربایجان موافقت کردند. مرکز پزشکی دانشگاه میریلند اعلام کرد برای دومین بار در تاریخ قلب یک خوک اصلاح ژنتیکی شده را به یک گیرنده انسانی زنده پیوند زده است. این جراحی را همان تیم انجام داد که نخستین جراحی آزمایشی را در سال 2022 انجام داده بود. گیرنده این قلب لارنس فاست 58 ساله است که در حال حاضر بدون کمک هر دستگاهی به تنهایی نفس می‌کشد و قلبش بدون هیچ گونه کمکی از دستگاه‌های حمایتی به خوبی کار می‌کند. دانشمندان چینی هم چندی پیش اعلام کردند که توانستند کلیه‌هایی را که بیش از 60% از سلول‌های انسانی ساخته شده اند درون جنین خوک رشد دهند. مؤسسه مصباح حسین علیه السلام با ارائه کارت‌های خرید امکان تهیه مایحتاج واقعی خانواده‌های نیازمند را از فروشگاه‌های طرف قرارداد فراهم کرده است. یکی از مهمترین پروژه‌های این مؤسسه طرح سبد غذایی آن است که هر از چندگاهی در اختیار خانواده‌های ایتام و نیازمندان مناطق و محله‌های مختلف شهر مقدس کربلا قرار می‌دهد. علاوه بر آن، این مؤسسه ضمن ارتباط و همکاری با تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های خیریه در شهرهای مختلف عراق زمینه ارائه خدمات رسانی بیشتر به خانواده‌های نیازمند را فراهم می‌کند. کارت‌های غذایی صادر شده که جایگزین سبد‌های غذایی شده به خانواده‌های نیازمند تحویل داده می‌شود و این فرصت را به آنان می‌دهد تا هر آنچه را که واقعا نیاز دارند خریداری کنند.